جناب آقای دکتر میلانی، درود بر شما، شبتون خوش. بابا شب شما و شنوندگان عزیزتون خوب و خوش و سلامت. آقای دکتر میلانی، هفته پیش قول دادین که اسنادی رو مطرح بفرمایین درباره ملاقات‌های آمریکایی‌ها در پاریس با خمینی و دلیلش. این ملاقات‌ها مسبوق به یک سابقه است. من اگر اجازه بدید مقدمتاً این سابقه رو خدمتتون عرض کنم و اسناد اونها همه هست. اینا رو همه رو من بر اساس مینوت‌های خود کاخ سفید، جلسات کاخ سفید، خاطرات کارتر یا خاطرات برژنسکی، اسناد سفارت ایران آمریکا در ایران میگن. از حدود اکتبر به بعد، همونطوری قبلا هم عرض کردم، دو سفارت آمریکا و انگلیس تصمیم میگیرن که شاه نمیتونه بمونه و به نوعی رفتنی است، یا کاملا خواهد رفت یا به شکل کاملا غیر سیاسی و سمبولیکی باقی خواهد بود. اوایل اکتبر یک گزارشی آقای سلیمان میفرسته به کاخ سفید که میگه که من تصورم این است که شاه ممکنه نتونه بمونه و من توصیه میکنم که ما راه مذاکره با اپوزیسیون رو باز کنیم و به طور مشخص توصیه میکنه که ما بایستی با اطرافیان آقای خمینی تماس بگیریم. باید سفارت آمریکا در فرانسه رو موظف بکنیم، باید از همه تماس‌های موجودمون استفاده بکنیم و با ایشون تماس برقرار کنیم. این در کاخ سفید این سند یا این تلگراف یک ولوله ایجاد میکنه. برژنسکی سخت مخالف این کار بوده و در واقع یک جلسه ای تشکیل میدن در کاخ سفید. ببخشید آقای دکتر، برژنسکی طرفدار بقای پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بوده؟ برژنسکی به طور غیر قابل انکاری طرفدار بقای پادشاهی بود در ایران و طرفدار استفاده از ارتش برای حفظ قدرت بود و با اردشیر زاهدی رابطه خیلی خوبی داشت، در تماس نزدیک بود و شاید یکی از دلایلی که شاید اردشیر زاهدی هم متوجه نبود که چقدر در آمریکا علیه شاه در کاخ سفید چیز هست، نظر هست، این است که بیشتر با برژنسکی شاید صحبت میکرده، برای اینکه برژنسکی کاملا نظرش متفاوت از بنس بود. و اینا وقتی که این گزارش از تهران میرسه و سفیر میگه که بایستی هر چیز زودتر ما اقدام کنیم، سلیمان میگه که تکلیف ما رو معین بکنید، ما باید هر چیز زودتر اقدام بکنیم، اینا رو جلسه ای تشکیل میدن در کاخ سفید به دعوت آقای برژنسکی و خود کارتر رو هم میخواد که برژنسکی میخواد که بیا. به کارتر میگه که مسئله حساسه. برژنسکی در اونجا خیلی عبارت جالبی به کار میبره. وقت تلگراف سلیمان قرائت و صحبت از این میشه که آیا این کار رو باید بکنیم یا نه، برژنسکی میگه که تماس با اپوزیسیون به ویژه تماس با خمینی در این شرایط نه تنها غلطه بلکه بیتریال هست، نوعی خیانت هست. معلوم نیست منظور خیانت به شاه، خیانت به آمریکاست، خیانت به اهداف آمریکاست، ولی خیلی زبان تندی استفاده میکنه در ذکر این که به گمانش نباید با آخوندها، به ویژه با آخوندها و به ویژه با آیت الله خمینی در پاریس تماس برقرار کرد. اینها تماسهای در داخل داشتند با برخی از روحانیون و تقریبا همه اون روحانیون خواستار این بودند که یه جوری جلوی برگشت آیت الله خمینی
گرفته بشه. حتی بعضی از کسانی که بعدها پیوستند به قافله و کباد کش قافله شدند، مثل خود آقای بازرگان، قرار بود که در پاریس و خمینی رو متقاعد کنه که بر نگرده. رفت اونجا، میگم اینها دقیقا جزئیات اون جلسه ای که این تصمیم گرفته میشه، کیا در اون جلسه بودن، اینها همه رو خوشبختانه ما به اعتبار اسناد سفارت آمریکا و انگلیس و صحبت هایی که شاه با این دو سفیر میکنه داریم. خالصه در اون زبان تصمیم گرفته میشه که این نباید این تماس در شرایط فعلی گرفته بشه، تماس علنی و رسمی. اینکه چند در واقع هفته بعد آقای جورج باز از طرف کارتر مأمور میشه که در این مورد به تصمیم نهایی یا به راهنمایی های نهایی برسه. کارتر توی خاطراتش و توی مصاحبه هایی که من دیدم، چندین بار از اینکه مشاورینش بهش واقعیات رو نمیگفتن یا تمام جزئیات رو نمیگفتن گله داره، ولی به نظر من مسئول اصلیش خب به هر حال رئیس مملکت دیگه، او رئیس مملکت بود و از اینکه بین کاخ سفید و وزارت امور خارجه یک نوع جنگ داخلی در واقع وجود داشت و اینها، یعنی ونس و برژنسکی، کاملا نظریات متفاوتی داشتن. ونس میخواست با اپوزیسیون تماس بگیره، ونس معتقد بود که شاه رفتنی است، ونس معتقد بود که استفاده از ارتش نپذیرفتنی است و برژنسکی میگفت که تنها راه عاقلانه این است که از ارتش شاه استفاده بکنه، قدرت رو در دست بگیره و از موضع قدرت مذاکره بکنه. آقای دکتر، به این ترتیب ونس وزیر خارجه هم فکر سولیوان بوده؟ دقیقا، ونس هم فکر سولیوان بود و در واقع حتی میشه گفت که سولیوان، من هرچی بیشتر این اسناد رو میخونم بیشتر به این نتیجه میشم که در واقع ما در با سه تا خط مشی مختلف روبرو بودیم. یکی خط مشی ونس بود که کاملا مخالف با حکومت نظامی و مخالف با استفاده از ارتش بود. یکی راه حل برژنسکی بود یا سیاست برژنسکی بود که معتقد بود باید شاه رو به هر قیمتی نگه داشت و باید از ارتش استفاده کرد و نباید با خمینی مذاکره و سازش کرد. درسته که گفته با مشت آهنین؟ دقیقا، یعنی او طرفدار سیاست مشت آهنین بود. و بعد سولیوان اونجا از این خلع و از این تنش که به وجود میاد به گمان من استفاده میکنه و یه جوری سیاست خودش رو پیش میبره که سیاست خودش حتی یک قدم جلوتر به نظر من حتی از ونس است. یعنی سولیوان مخالفتش با استفاده از حکومت نظامی هر روز و هر روز بیشتر میشه. ببینید، برای من الان یه نکته خیلی روشنه، فکر میکنم الان میشه شاید به درست قاطع برای اولین بار تو ذهن خود من حداقل این روشنه که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها از حدود اکتبر می‌دونستن که تنها راه بقای شاه استفاده از ارتشه و هر دو تمام قدرتشون رو گذاشتن که شاه از ارتش استفاده نکنه. خیلی سریع به شاه و به کرات و به تصریح گفتن که ما موافق این کار نیستیم و ازش حمایت نمی کنیم. نکته ای که نمیشه حلش کرد به نظر من، تئوری های توطئه هم به همین خاطر به گمان من این اسناد دامن میزنه، این است که آیا وقتی که اینها در مثلا دسامبر 78 به شاه میگفتن که از ارتش نباید استفاده بکنید، راه حل سیاسی باید با اپوزیسیون سازش بکنید، آیا میدونستن که در واقع راه حل سیاسی در کار نبود، با این اپوزیسیون سازشی در کار نبود و میدونستن که این در واقع پوست خربوزه است و شاه اگر در این مسیر بره سقوط خواهد کرد
یا اونقدر خام بودن که باور داشتن که در 78 مثلا آخر 78 هنوز میشه یک راه حل غیر نظامی پیدا کرد. این رو به نظر من نمیشه، حداقل من نمیتونم برای خودم جوابش رو بدونم، ولی کاملا معلومه که این دو دولت با قاطعیت جلوی استفاده از ارتش رو میگیرن و مانع از این میشن که چه شاه چه نظامیانی که در فکر این کار بودن از ارتش استفاده بکنن. و وقتی هم که مثلا زاهدی برمیگرده به ایران سعی میکنه که خودش یه تلاشی بکنه ارتش رو یه جوری متمرکز بکنه و اونها رو وارد کار بکنه، خب ببینیم کاری از پیش نمیبره، هم به لحاظ این که ارتش اساسا متعهد به شاه بود و احساس میکردن که شاه داره میره، احساس میکردن که شاه رهبری رو واگذاشته، و بعد اونهایی هم که با آمریکایی‌ها نزدیک بودن یا با انگلیس‌ها نزدیک بودن یا از اونها حرف‌شنوی داشتن، اونها هم بهشون توصیه شده بود که راه حل نظامی رو اصلا در فکرش نباشید چون آمریکا و انگلیس کاملا باش مخالف خواهند بود. تو این مقطع هست، در این کانتکست هست که آقای جورج بال توصیه میکنه که ما بایستی تماس با آیت الله خمینی رو برقرار بکنیم، ولی جوری تماس بگیریم که بتونیم تکذیبش بکنیم. یعنی میگه تماس رسمی دولتی نباید بگیریم، باید تماسی بگیریم که بشه گفت که این افراد افراد مربوط به ما نیستن، خودشون از طرف خودشون اومدن. و میدونیم که دو نفر به پاریس میرن که آقای خمینی دیدار بکنن، یکی رمزی کلارک و یکی آقای کاتم. کاتم کسیست که خب معروف است، در سازمان سیا زمانی فعالیت داشته، در ماجرای 28 مرداد در طراحیش حداقل نقشی داشته، بعد استاد دانشگاه میشه در اینجا در پیتسبورگ در دانشگاه درس میداد و جزو کسانی بود که تماسهایی با اپوزیسیون همیشه داشت و احساس میشد که این تماسها را از طرف CIA داره. این نوع شخصیت ها، شخصیت هایی که به ظاهر مستقل بودند ولی با شخصیت های آمریکایی که به ظاهر مستقل بودند ولی با سیا یا با کاخ سفید تماس داشتن، اغلب هستن توی این 20 سال دوران شاه. آدم میبینه نقش های مختلفی داره، از کاتلر یانگ بگیرید که تو دوران کندی بود، یا هریمن بگیرید که با شاه خیلی نزدیک بود، یا راکفلر، یا آدم چند نفر دیگه هم هستن که شاه ازشون خیلی باشون خیلی رابطه خوبی داشت. اینا بالاخره تصمیم میگیرن که با خمینی تماس بگیرن. آقای خمینی هم البته بی رغبت با این تماس ها نیست، برای اینکه ایشون هم همونطوری که عرض کردم نامه در ژانویه 27 نامه به کارتر میفرسته، نامه خصوصی در زمانی که بختیار در واقع هنوز سر کار هست، نامه میفرسته به کارتر. این نامه دوباره قبل از این نامه و دلیلی که اینها جواب نمیدن به نامه یا گیجی هست در این سفارت آمریکا، دوباره مسبوق به سیاستی است که سالیوان توصیه میکنه. سالیوان در یک سندی که الان سند دقیقش رو خدمتتون عرض میکنم، تلگراف شماره 589 از تهران ژانویه 12 1979، تلگراف از سفارت ایران هست به کاخ سفید،
در اون سفارش این جمله، این جمله رو من عرض میکنم، میگه ما باید فکر شاه رو پشت سر بگذاریم و به آینده و به منافع ملی خودمون بیاندیشیم. اینه که میگه عبارت انگلیسیش اینه: We must put the Shah behind us and look to our own national interest. اینه که میگه آقای دکتر سالیوان میگه سالیوان این عبارت سالیوانه. بعد سالیوان در همین زمان در واقع در یک تلگراف دیگری، تلگراف شماره 645 از تهران، سالیوان میگه که ما باید هر چه زودتر راه مذاکره با روحانیون اسلامی پیدا بکنیم. و به همین خاطر سالیوان از تهران می نویسه که این فکری که هایزر به ایران آمد و به طور دوباره این عبارتشو می خونم: strongly counsel the generals against carrying out a coup. هایزر در کتابش میشن تو ایرانش، میشن تو تهرانش، یه جوری وانمود میکنه که هدفش از سفر به تهران بیشتر ارزیابی اوضاع بود. یه جوری وانمود میکنه که این که ارتشی ها گفتن، ایرانی ها، جنرال های ایرانی گفتن که این اومد به ما گفت کودتا نکنیم، درست نیست. ولی اینجا بر اساس این سند تلگراف شماره 645 به قاطعیت میگه که او به تهران آمد، جنرال هایزر به تهران آمد که جنرال ها رو منصرف کنه از کودتا. بله، strongly counseled the generals against the coup. و همون جاست که تلاش آغاز شد برای اینکه رابطه مستقیمی با آیت الله خمینی و اطرافیانشون در پاریس آغاز بشه. یعنی در اینجا به طور مستقیم دیگه میخوان تماس بگیرن. از دسامبر، اواخر نوامبر، اوایل دسامبر، در طی فرستادن آدمای مثل کاتم هستن که اگه خاطرتون باشه من یه دفعه عین گزارش کاتم از سفرش رو با خمینی خوندم. اونجا کاتم میگه که من رفتم دیدار کردم، این آدم روحانی است، آدم معتدلی است، آدم خیلی چیزی نیست. این گزارش کاتم همسویی پیدا میکنه با یک گزارش دوباره بسیار مهمی که از تهران فرستاده میشه، از طرف سفارت. تاریخ این سند یک کمی متاسفانه روشن نیست، برای اینکه کپی شده و از اسنادی است که در اونجا در اومده. میگه که ما در درک تاریخ، در درکمون از اسلام بر اساس درک درستی نبوده، ما بایستی بر اساس ارزیابی جدیدمون، ما به این نتیجه رسیدیم که خمینی خیلی متشکل‌تر از اونی که ما فکر می‌کردیم و خیلی روشن‌تر از اونی که ما فکر می‌کردیم و می‌تونه یک خیزش کمونیستی رو در ایران، این عین عبارت من دارم می‌خونم، خیلی بهتر از اون که ما فکر می‌کردیم لش رو بگیره. میگه این به این خاطر است که نفوذ روحانیون برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم عمیق‌تر از نفوذ
اندیشه های غربی یا اندیشه های کمونیستی بوده. البته هنوز معلوم نیست که اینها آخوندها چه نوع حکومتی رو پیاده خواهند کرد، ولی کاملا قابل تصور هست که اینها چیزی شبیه به یک حکومت دموکراتیک اونچنان که ما در غرب ازش مستفاد میکنیم ایجاد بکنن، و این احتمال میگه امروزه به نظر ما خیلی بیشتر از هر زمان دیگری است. در واقع تأیید میکنن حرف آقای کاتم رو که رفته خمینی رو دیده و باور کرده که این حرفا که شاه در مورد خمینی میزنه که این اتجاه سیاهه درست نیست، این آدم خیلی روشن فکریست، آدم روشن بینیست، و حرفایی که در ایران تیپایی مثل میناچی، مثل بازرگان، دیگران، بهشتی که با سفارت دیدار میکنن، آیت الله موسوی تبریزی، اینها همه کسانی هستن که قبل از انقلاب اسناد دیدارشون با سفارت هست، همشون در جلساتی با سفارت بودن. البته میدونیم که وقتی اینا رفتن سفارت رو گرفتن، خود آقایون سوار بودن، اسناد رو ازش استفاده کردن و دیدارهای بازرگان رو علنی کردن و به خاطر همون بازرگان رو براش مزاحمت ایجاد کردن، دیدار امیر انتظام رو با برژنسکی مستمسک قرار دادن و آقای امیر انتظام رو برای 30 سال به زندان انداختن که واقعا یکی از ماجراهای شرم‌آوره که سرصدای این ماجرا بیشتر بلند نمیشه در دنیا، اعتراض بیشتر نمیشه. این مرد واقعا 30 سال الان فکر کنم از مندلام تعداد سالهایی که در زندان بوده در حبس بوده بیشتره، ولی اینا از اون استفاده میکنن علیه مخالفشون، در حالی که خودشون قبل از انقلاب در سفارت دیدار میکردن و همشون همون حرف رو میزدن که تیپای کاتم میزنن، همون حرف رو میزنن که در این گزارشه، این گزارشی که من عرض کردم، گزارشش الان بهتون عرض بکنم 5 صفحه است، من فقط پاراگراف اولش رو خوندم و خیلی میاد مفصل توضیح میده در مورد اینکه تشکیلات روحانیون چجوریه، چجوری اینها با هم تماس دارن، شبکه هاشون چجوریه و فکر چطور فکر اینها میتونه سازگاری داشته باشه با دموکراسی. این گزارش کاتمه؟ این مقاله نخیر، این نوشته سفیر از تهرانه. بله بله. و سیاسی سفارت در ایران آقای جورج لامبراتیس نویسندش، تاریخش کاملا روشن نیست، ولی قبل از انقلاب هست بدون شک. و میدونید سفارت آمریکا و تیپ ونس، نه تیپ برژنسکی، ونس و سالیوان و اینها فکر میکردن و واقعا اسناد به نظر من جایی هیچگونه تردیدی در این نیست، فکر میکردن که دارن ایران رو هل میدن به طرف یک جریان دموکراتیک، یک نوعی حکومت دموکراتیک تر. تا یک زمانی سعی کردن با وجود شاه این کار رو انجام بدن، در یک مقطعی تصمیم گرفتن که با شاه دیگه نمیشه این کار انجام داد، حسابشون رو جدا کردن و به قول سندی که هفته پیش خوندم وزیر امور خارجه از نخست وزیر دستور گرفت در 10 اکتبر که باید حساب تازه باز کنیم، روی انشور بکنیم. اینا همه دارن میرن حساب تازه باز میکنن و این فریب تاریخی بزرگ که آیت الله خمینی میخواد یک حکومت دموکراتیکی ایجاد بکنه به کمک نهضت آزادی
به کمک تیپ شریعتی، تیپ آل احمد، به کمک این توهمی که حتی کنفدراسیون در مورد آیت الله خمینی داشت، تلگراف های ستایش آمیزی که از آیت الله به آیت الله خمینی میفرستادن، سازمان های سیاسی چپ راست وسط همشون، این ترکیب آمریکایی ها رو به گمان من متقاعد کرد که بهترین آلترناتیوشون همین آلترناتیو خمینی است. ارتش رو خونسا کردن و ارتش دوباره میگه اینجا تو همین سند میگه که، دوباره دارم این سند رو میخونم، میگه که ما باید هرچه بیشتر اقدام بکنیم. این دوباره در ادامه همون سند ژانویه دوم ها، در ژانویه دوم میگه که، سفیر میگه که ما باید سعی بکنیم بین روحانیون و ارتش یک راه همزیستی پیدا کنیم، a modus vivendi between the clergy and the military. خب آمریکا چرا داره برای بین military و clergy modus vivendi ایجاد میکنه؟ برای اینکه فکر میکنه به لحاظ این دیدارها، به لحاظ دیدار آقای اتریان، به لحاظ دیدار اندرو رمزی کلارک، به لحاظ این سنت روشن فکری، به لحاظ تماس های نهضت آزادی و جبهه ملی که گوش شاه میکنن، تو گوش سفارت دائم میکنن که حرفای شاه، حرفای رژیم در مورد خمینی درست نیست، این به خاطر مخالفت با رژیم این حرفا رو میزنه، یعنی شاه این حرفا رو در مورد خمینی میزنه، همه اینها کمک کرد اینها به این نتیجه برسن که امیدشون یا اون حسابی که باید باز بکنن و میتونن یک رژیمی پیدا بکنن که با کمونیسم بجنگه و نفت رو هم به بازار ارائه بکنه و خلال در خاورمیانه ایجاد نکنه، رژیم ایرانه. اگر اینها این توهم ها کافی نبود، اگر توهم روشنفکرا، بسیاری از روشنفکرا به جز استثناءاتی مثل مهشید امیرشاهی، مثل دکتر رحیمی که واقعا وایستادن حرفشون رو زدن قبل از این ماجرا بشه، اکثریت یا دچار این وهم بزرگ شدن یا سکوت رو ترجیح دادن. این نادر افرادی بودن که واقعا مایه گذاشتن، جسارت این رو داشتن که افکار واقعیشون رو بگن. خیلی ها در پسر پنهون میگفتن که بعد و خونده، بعد و ده هفته پیش خوندم انجابی میره به شاه میگه که ما حکومت نظامی رو ادامه بدیم، شاید محبوبیت خمینی بیاد پایین، اون وقت ما حاضریم حکومت از دست بگیریم، اون وقت ما حاضریم دولت تشکیل بدیم. این عبارتی است که شاه میگه، سنجابی بهش گفته. خب توی یک چنین شرایطی واضحه که آمریکایی ها این وهم بزرگ رو پیدا کردن که با این رژیم میتونن یک جریانی در ایران تر کار بیارن که در دموکراتیک باشه، بیشتر مستحضر به حمایت مردم باشه، بیشتر ضد کمونیست باشه و حاضر باشه که نفت رو هم مانع فروشش نشه. در ژانویه 27 خود آقای خمینی نامه مستقیم می‌نویسه، پرسونال مسیج به آقای کارتر. این بقیه این سند رو هم مرور میکردم برای خودم، برای اینکه ربط پیدا میکنه با تحولاتی که امروز در ایران داره اتفاق میفته و من فکر میکنم به اندازه کافی دوباره به هر حال فضا اونقدر بسته و بسته تر داره میشه که کسی جرأتشو نمیکنه. میدونید این سند، من پاراگراف اولش رو خوندم، پاراگراف دومش میگه که و عرض میکنم چطور رفت پیدا میکنه با چیز اوضاع فعلی ایران و چطور نشون میده که اینها به گمان من اوضاع رو یه جوری کج فهمیدن یا بهشون کج فهمونده شد. این شرایطی که عرض کردم، همه این شرایطی که عرض کردم، میگه ما، من دارم این سند رو میخونم، میگه ما شواهد فراوانی به دست آوردیم
که بتونیم به قطع بگیم که این جنبش رو الان رهبریش در دست رهبری سمبولیکش در دست آیت الله خمینی است و این تشکیلاتش یا در بگیم تشکیلات به هم پیچیده که او راه انداخته یکی از مهمترین ارکان تشکل هستند. بعد میگه که دولت ایران، سخنگوی دولت ایران، بعد در واقع اشارهش به شاهه، برای اینکه شاه بارها این رو گفته دیگه، بارها و با جنبش روحانیون در ایران رو کمونیستا دارن اداره میکنن. اینها تکرار میکنن به کرات که چپی ها به خصوص توده ای ها به مدارس به حوزه های علمی رفتن و از طریق اون دارن این جنبش رو از طریق طلبه های چپ شده یا چپ های طلبه شده این جنبش رو هدایت میکنن. میگه که ما به این نتیجه رسیم که این غلطه، اینا خود آخونده هستن که دارن این ماجرا رو میچرخونن. اینجاست که خیلی ربط پیدا میکنه به اوضاع امروز. میگه که در دوران پهلوی، در دوران دربار پسر، تلاش شد که یک الگوی غربی و ناسیونالیستی از تجدد به ایران وارد بشه و این الگو تا حد زیادی سعی میکرد که رابطه ایران رو با سنت قبل از اسلام خودش تقویت بکنه و سعی میکرد که روحانیت رو به عنوان یک پدیده ارتجاعی نادیده بگیره، در حالی که نفوذ بازار و حمایت بازار از روحانیون به اینها یه قدرت فراوانی میداد. و اینجاست که میگه این تحولاتی که در دوران پهلوی ایجاد شد، تحولاتی که در جهت تضعیف این روحیه اسلامی بود، به نظر نمیاد که موفق بوده. این تجدد خیلی رویی بوده، در رو بوده و علاقه مردم به اسلام، مردم عادی به اسلام خیلی بیش از اونه که رژیم شاه و دیپلمات‌های غربی و دولت‌های غربی می‌دونستن یا می‌پذیرفتن. ولی اگر به واقعیت 30 سال اخیر ایران نگاه بکنید، آخونده 30 سال قدرت رو در دست دارن، 30 سال میلیارد ها دلار صرف کردن، هنوز نتونستن که اون سنت عرفی موجود در روحیات مردم رو از بین ببرن. امروز دارن سعی میکنن آخونده رو دوباره مسلط بر مدارس بکنن، امروز دارن سعی میکنن در هر مدرسه یه آخوند بذارن و اون مدیر اون مدرسه بکنن، دارن سعی میکنن تو هر مدرسه یه پاسدار بذارن و اون رو در واقع کمیسر ایدئولوژی که اون مدرسه بکنن. این دقیقا الگوی توتالیتریزم استالینیستی یا ماویستی که تو هر مدرسه یه کمیسر سیاسی بود، در هر مدرسه یه کمیسر ارتشی بود و اینها به اصطلاح قدرت ایدئولوژیک حزب رو تقویت میکردن. اینا بعد از 30 سال، بعد از انقلاب فرهنگیشون، بعد از تمام این ماجراها، تازه به این نتیجه رسیدن که از بیخ بازی رو باختن، باید برن تمام کتابها رو دوباره بازنویسی بکنن، باید برن تمام مدارس رو از نو کنترلش رو در دست بگیرن. یعنی به عبارت دیگه اون روحیه‌ای که الان 30 سال در مقابل اینها وایساده، روحیه‌ای که به آخوندها نوروز رو تحمیل کرد، به آخوندها چهارشنبه سوری رو تحمیل کرد، مهرگان رو تحمیل کرد، این زبان فارسی رو تحمیل کرد، فردوسی رو تحمیل کرد، اون مزخرفاتی که خلخالی در آغاز در مورد کوروش و فردوسی میگفت، اینها رو واقعا متنبهشون کرد دیگه، از این مزخرفات کمتر میگن. این
دقیقا همون روحیه است که عرفی شده است، روحیه ناسیونالیسم ایرانی است که از زمان مشروطه ایجاد شده و اتفاقا خیلی ریشه دار بودنش به گمان من امروز جالب توجه هست. یعنی به رغم 30 سال حکومت اینها، به رغم 30 سال اینها در ذهن مردم کردن که ولایت فقیه فلان است و بیسار هست، میدیم 3 میلیون مردم میان و میگن رأی ما چی شد و میان مرگ بر دیکتاتور میگن. تمام دانشگاه ها رو الان مجبور شدن یه جوری یا ببندن یا دوباره تصویه بخوان بکنن، انقلاب فرهنگی اسلامی بکنن. این توهم غربی به نظر من توهمی که ایرانی ها اونایی که با سفارت تماس داشتن یا تیپ قطبزاده یزدی بنی صدر که با غربی ها در تماس بودن، اینها یک وجهه‌ای به این جریان دادن که یک وجهه دموکراتیکی به این جریان دادن که به نظر من دولت‌های غربی، به خصوص من غربی ها رو نمیتونم بگم ولی آمریکا رو میتونم به قطع بگم که اینها یه جوری آمریکا رو، این افرادی که نام بردن، این جریانات سیاسی از همون واقعا از آل احمد بگیرید تا شریعتی تا بقیه، اینها آمریکایی ها رو بازی دادن و این توهم رو در آمریکایی ها تقویت کردن، آمریکایی که واقعا بی اطلاع بودن از تشیع، که تشیع آیه خمینی میتونه با دموکراسی سازگار باشه، در حالی که اینها بسیاری از اینها به تجربه میدونستن که اینطور نیست. در خلوت هم خیلی هاشون میگفتن که اینطور نیست. در خلوت نهضت آزادی وقتی که با سفارت آمریکا صحبت میکنه، نگران آمدن آقای خمینی، نگران حکومت آخوندی، خیلی شبیه به آیت الله شریمت مداری فکر میکنن. ولی در جلوت وقتی که با آمریکایی ها صحبت میکنن، وقتی که میخوان بگن که آلترناتیو میشه در مقابل این رژیم ایجاد کرد، آیت الله خمینی رو علم میکنن به این امید که از این دمت کلاهی برای خودشون درست بکنن. برحال نامه آقای خمینی هم الان براتون میخونم، ولی دوباره از این افراد که نام بردیم، واقعا من خیلی همیشه به یاد اون کسانی هستم که در مقابل این موج وایستادن، اون نادر افرادی که وایستادن، از جمله گفتم آقای دکتر رحیمی که یادش بخیر واقعا انسان بقایت شریفی بود، و خانم مهشید امیرشاهی، اون نامه‌ای که فکر می‌کنم در آیندگان نوشت، اگر بله درست در آیندگان، بله اون بند یه چیزایی از نامه یادمه، ولی در یه زمانی شما نامه رو ندارین؟ شما نامه رو دیدین؟ چرا، اتفاقا من نامه رو دارم الان، در اختیار من هست، ولی اگه اجازه بدین یه چند کلمه شو بخونم. چون من خیلی واقعا خوشحال میشم اگه بخونم، چون من یه تیکاییش هم تیکاییش رو یاد میاد، ولی من دقیقش الان دستم نیست، اگه شما دستتون هست. بله، عنوانش هست کسی نیست که از بختیار حمایت کند. بعد از یک نیم ستون مقدمه‌ای که مهشید امیرشاهی در این مقالهش نوشته، میگوید امروز در این حیرتم که چرا بیشتر روشنفکران متحد و مسئول سکوت کردند. بعد گفته است که البته متحد و مسئول را با طنز به کار نبردم، چون اتفاقا آنها که تعهد و مسئولیتشان طنزآمیز است هیچ کدام ساکت ننشستند. همه به حمدالله اخیراً طی مقالات و رسالات به دین مبین اسلام این روشنفکران مشرف شدند و شتاب دارند که خود را در صفوف فشرده دیگر تازه اسلام آورده ها جا کنند. شتاب از این بابت که مباد در این دنیا عقب بمانند و بی‌نصیب.
بعد بخش های دیگری از نامه می آید، اون وقت می رسد به بختیار، می گوید من تا امروز به هیچ روزنامه و نشریه‌ای مطلبی که حال و هوای سیاسی داشته باشد ندادم، شاید به این دلیل که تا امروز در مملکتم به سیاستمداری چون شاپور بختیار بر نخورده بودم که بدانم سیاست الزاماً مغایر شرافت، صمیمیت و وطن پرستی نیست. من تمام این صفات، شرافت، صمیمیت و وطن پرستی را در آقای شاپور بختیار سراغ کردم. به علاوه به سرفرازی و آزادگی او مؤمنم. من ایمان دارم که اگر امروز او را از صحنه سیاست مملکتمان برانیم، خطایی کرده ایم جبران ناپذیر و نابخشودنی. من معتقدم که این مرد عزیز، این مرد عمل دارد فدای هیجان و قلیان عده‌ای و فرصت طلبی های عده دیگری می شود و اگر فدا شود اسف انگیزترین شهید حوادث اخیر خواهد بود. من صدایم را به پشتیبانی از آقای شاپور بختیار با سربلندی هرچه تمامتر بلند می کنم، حتی اگر این صدا در فضا تنها بماند. من از تنها ماندن هرگز هراسی به دل راه ندادم، ولی این بار می ترسم نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر آینده این ملک و سرنوشت همه آنها که دوستشان دارم. در بخشی از نامه هم که درباره روشنفکران مسئول و متحد صحبت می کند، اشاره دارد به آقای دکتر مصطفی رحیمی. اگر اجازه بدید این تیکر هم من بخونم، میبخشید چون من فکر میکنم اون یه تیکه هم من اگر خاطرم درست باشه یه تیکه در همون جایی که در مورد دکتر رحیمی صحبت میکنه از شما هم یاد میکنه، از یه چیزی که شما بله از مقالات من در تهران مصور بله نوشتن که استثناهای درخشانی این روزها در میان روشنفکران دیده میشود، از جمله نامه آقای دکتر مصطفی رحیمی در آیندگان، مقالات آقای حسین مهری در تهران مصور، مقالات آقای دکتر مهدی بهار در فردوسی، مطالب و مصاحبه رادیویی آقای دکتر محمود عنایت. البته این تمام نامه نبود آقای دکتر. بله من یادم میاد که نامه مفصل‌تر بود، ولی بله بعضی کارها هست که واقعا فکر میکنم اگر این افرادی که این کارها رو کردن فقط همون کار رو کرده باشن در زندگیشون کافیست که یک مقامی در تاریخ اون دیار داشته باشن. من فکر میکنم نامه خانم امیرشاهی از این جنس نامه ها، مقالاتی که شما نوشتید، نامه مصطفی رحیمی، واقعا اینها دانی بودن که این حوار داشت می آمد این جرأت رو پیدا کردن که علیه این حوار صحبت بکنن. خیلی ها در خلوت نگران بودن، خیلی ها در خلوت متوجه بودن که این موجی که داره میاد موج دموکراسی نیست، این صدای پای یک نوع فاشیسمه، ولی جرأت نکردن بگن یا صلاح به قول خانم امیرشاهی ندیدن که بگن. و اونهایی که گفتن به نظر من واقعا یک دین تاریخی ایران بهشون داره. و اونهایی که خلاف این رو رفتن به سفارت ها گفتن، اونهایی که رفتن به سفارت ها گفتن که نه آخونده میتونن دموکراتیک باشن، کسانی که مثلا نهضت آزادی که در ماجرای حسینیه ارشاد تجربه کرده بود انحصار طلبی آخونده رو، آقای میناچی که در ماجرای حسینی ارشاد به عینه دیده بود آخوندها دقیقا لحظه‌ای که شریعتی بعد ازشون انتقاد بکنه جرابشو زدن، گفتن وهابیه، آقای خمینی فتوا داد که از بیرونش بکنن. اینهایی که میدونستن و
و باز رفتن به سفارت آمریکا گفتن که بله اینا مزخرف شاه به شما میگه، اینا رو همه رو توهمات شاه و اینها القاعات ساواک، این مرد وارسته ایست میخواد سیاست دموکراتیک در ایران ایجاد بکنه، یا آقای بنی صدر و آقای قطب‌زاده و آقای یزدی که در پاریس به آقای خمینی میگن واژه ولایت فقیه استفاده نکن، حکومت اسلامی رو اشاره نکن، به مسئله زنان اشاره چیز نکن، خلاصه گزکی نده که اینها بفهمند تو بنای حکومت چیه. در این حال بخشی از گناه هم واقعا گناه ساواک که کتاب های این آقایون رو ممنوعه میکرد، کتاب هایی که به نظر من بایستی واقعا قرائتش اجباری بود، اگر همه میخوندن کشف الاسرار رو، اگر همه که آقای خمینی در 1942 گفته، اونجا صحبت از این کرده که مسلمین باید خودشون مفسدین فی الارض رو از زمین پاک بکنن، اونجاست که فتوا به مرگ کسروی داده، اونجاست که گفته تنها حکومت مشروع حکومت ولایت آخوندی است و هر حکومت دیگری نامشروع است، اونجاست که اشاره به اجرای حدود اسلامی میکنه. اینها رو بایستی میذاشتن اجباراً مردم میخوندن، نه اینکه حکومت کتاب ممنوعش میکردن و یک حاله قدسی بهش میدادن، یک حاله رومانتیکی بهش میدادن. اگر میذاشتن این بحثا آزادانه تر بشه، واقعا به نظر من، یعنی فکر کنم اگر بخوایم به عنوان جامعه یا از یابی منصفانه داشته باشیم، خب ایراد روشنفکرها رو گفتیم، ولی رژیم و ساواک هم خطای اساسی کرده در این اینکه یک فضایی ایجاد کرده که این کتاب ها رو ممنوعه کرده، در این حال تقویت کرده این جریان رو. یعنی تردیدی نیست که رشد این تشکیلات آخوندی، این تشکیلاتی که این آمریکایی‌ها بهش اشاره میکنن، این اینترلاکینگ گروهی که داره، اینها با نظر مساعد واقع بوده، برای اینکه اونها فکر میکردن کلاس‌های تدریس قرآن مدرسه آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی به اسم مدرسه رفاه، مدرسه نمیدونم فلانی که اینا درست میکردن، اردوگاه های تابستانی که بچه ها رو میبردن بهشون این مطالب رو درس میدادن، این به اصطلاح تفکر حوزوی رو به قول خودشون بهشون القا میکردن، اینها ساواک گمانش بر این بود که، شاه گمانش بر این بود که اینها پادزهر کمونیسمه، شاه گمانش بر این بود که خطر عمده چپیا هستن و این حرفا، با اینکه در خلوت می‌بینیم شاه هم نسبت به آخوندا نظر خیلی تندی داره، خاطرات علم رو بخونید ببینید چقدر در خلوت شاه نسبت به آخوندا نظر انتقادی داره، حرفای بسیار تندی میزنه، گاهی هم در جلوت هم زده. شاه در 1963 همون زمانی که آقای خمینی سخنرانی معروفش کرد، شاه هم سخنرانی بسیار معروفی کرد که گفت اینا از کرم نجاست هم بدتر هستن، یعنی اونجا حرفاش رو گفت، ولی بقیه مواقع یک اسلام پناهی وجود داشت و یک شرایطی وجود ایجاد شده بود که امکان قدرت و گسترش به اینها میداد و هیچ کسی دیگری امکان گسترش و تشکل نداشت. چرا آمریکا یا در 1979 میگه که در ایران تنها تشکلی که وجود داره اینا هستن؟ واسه میگه برای اینکه رژیم به هیچ تشکل دیگری فرصت نداد. من هر بار که به این قضیه فکر میکنم یا در موردش صحبت میکنم، واقعا به این مسئله اشاره میکنم که فقط فرض کنید فقط اینهایی که اینقدر توطئه دارن، فقط فرض کنید که در 1973 74 وقتی که شاه شروع کرد مذاکره کردن با مهدی صمیمی برای ایجاد یک حزب درست و حسابی، این مذاکرات رو ادامه میداد و به مهدی صمیمی اجازه میداد که اون حزبی که داشت با 10 نفر از خوشنام تر
بدترین تکنوکرات های ایران ایجاد میکرد، این حزب ایجاد میشد و اینها 4 سال فرصت میداشتن از 74 تا 78 در ایران فعالیت سیاسی بکنن. آیا در اون وقت در 78 بازم آمریکا میگفت که تنها تشکل موجود اینها هستن؟ نه، میبینیم که اون به جای اینکه اون تشکل فرصت جولان پیدا بکنه، شاه رأیش رو عوض میکنه و میره حزب ایران رستاخیز رو درست میکنه. اون روشن فکرهایی که تقویت کردن فکر رستاخیز رو به شاه رفتن کتاب هانتینگتون رو خوندن در آمریکا، که هانتینگتون گفته رشد سیاسی با تک حزبی همزاده، در مقطع معینی سیاست تک حزبی خوبه. اینا که رفتن اینها رو به شاه گفتن، اونها هم مسئولیت دارن، فقط روشنفکر اون طرف نبودن که به نظر من این مسئله رو بد خوندن و بد بازی کردن و این خدمه واقعا از شگفتنگیز رو به تاریخ زدن. الان ببینید 100 سال طول کشیده مدارس ایران به حالت فعلی رسیده، طبقه معلمی ایجاد شده، یک به هر حال یک نوع انتظاری از مدرسه هست، از مدرسه هست که در اونجا خرد تربیت بشه، در اونجا عقل نقاد تربیت بشه، در اونجا علم تربیت بشه. خب میدید ایرانی ها این انتظار رو الان از مدرسه دارن. 10 سال طول کشیده تا این در ذهن ایرانی ها جا افتاده. این ها الان میخوان بیان برگردونن ایران رو دقیقا به دورانی که آخونده سوار مکتب بودن، قوه قضاییه که خب گرفتن قبضه کردن، مدارس هم حالا میخوان به فکر این هستن که شاید از این طریق بتونن قدرتی خودشون رو باز بیابن. یعنی دعوا یک دعوای تاریخی به نظر من واقعا بسیار بسیار مهمی است که در 89 یک به اصطلاح درگیری از این نبرد تاریخی صورت گرفت. نبردی است که از زمان مشروطه آغاز شده و به نظر من فرجامش هم دموکراسی در ایران و به نظر من فرجامش هم چندان دور نیست، در اینکه دقیقاً برخلاف اون چیزی که این سند آیه میگه، این 78 سال سنت مشروطه، سنت عقل، حتی در زمانی که این حکومت مطلقه شاه و مطلقه رضا شاه از رشد دموکراسی ممانعت میکردن، ولی فرهنگ متجدد رو در جامعه رواج دادن. به زنان، حالا ایراد بگیریم که رئیس انجمن زنان خواهر شاه بود یا فلان کس بود، اعتبار سیاسی نداشت، ولی همونها زنها رو باثبات کردن، همونها در زنان رو وارد نیروی کار کردن، همونها این انتظار رو از مدرسه ایجاد کردن که مدرسه جای خرافه پرستی نیست، مدرسه جای بست علمه. و دقیقا اون زیربنای 78 سال است که الان 30 سال در مقابل آخوندیز در ایران مقاومت کرده. ببینیم شاید در هیچ پروژه‌ای آخونده به اندازه پروژه تغییر بدنه جامعه ایران ناکام نموندند. یعنی تغییر این بدنه متجدد به یک بدنه سنتی خرافی قول خودشون ولایی، من تصورم این است که امروز مفهوم ولایت فقیه، مفهوم اصولاً ولایت، مفهوم این که مردم خودشون صغیر هستن و محتاج دیگران هستن، کمتر از هر زمان دیگری در ایران ریشه داره. و این وعده‌ای که آقای خمینی در ژانویه 27 به آمریکایی میده، خلف وعده میکنه، وعده‌ای که اطرافیان دموکراتش یا لیبرالش یا روشنفکرش دیدن که این دموکرات
جانبیه نامه رو بخونم چون فکر میکنم وقتمون تموم داره میشه، یا شاید تموم شده بذاریم نامه رو هفته دیگه بخونم. یه 5 دقیقه وقت دیگه نایی دکتر بفرم. بس در جانبیه 27 آقای خمینی، من دوباره دارم این سند رو میخونم، این سند بسیار بسیار جالبی است. سند کل سند 40 صفحه 41 صفحه. نویسندهش معلوم نیست، عنوانش هست تحول روابط ایران و آمریکا. از 1941 شروع میکنه و تا 1981 میاد. کسی که این سند رو تهیه کرده واضحه که در واقع حق دسترسی به تمام اسناد طبقه بندی شده آمریکا رو داشته. به همین خاطر هم هست که چیزی باید یک چهارم سند سفید شده یا سیاه شده و هنوز بهش قابل دسترسی، هنوز بهش نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. ولی اونجاهایی که بهش دسترسی میتونیم پیدا بکنیم بسیار بسیار گویاست. من واقعا توصیه میکنم دوستان اگه بتونن پیدا کنن اینو در National Security Archive میشه پیداش کرد. سند داست شمارش هست، شماره 3556، عنوانش هم هست، عنوان انگلیسیشو میخونم چون اون به درد خواهد خورد: The Evolution of the US-Iran Relations, A Survey 1941-1979. اونجاست که میبینیم اشاره میکنه بسیاری از این دیدارها، بسیاری از این، از 41 شروع میکنه میاد جلو. بعد اینجا میگه در ژانویه 27 خمینی نامه شخص خصوصی به آمریکا نوشت و از او از آمریکا خواست که برای اجتناب از فاجعه به ارتش و به بختیار بگن که هر دو کنارگیری بکنن. خمینی نه تنها مشروعیت دولت بختیار رو زیر سوال برد در نامش، ولی به طور مشخص تهدید اونها رو و مورد اینکه رودگاه ایران رو خواهند بست و مانع ورودش به ایران خواهند شد رو مورد انتقاد قرار داده در نامه. خمینی پایان مقام نامه خودش رو با این نوید به پایان برد که ترجیح میده مسائل موجود رو به شیوه مسالمت‌آمیزی با آمریکا حل بکنه. این در تلگرافی است، وان تلگراف 2949 که در ژانویه 27 از پاریس به کاخ سفید فرستاده شده. کاخ سفید تا اونجایی که من تونستم تا به حال پیدا کنم جوابی به این تلگراف نمیده. چرا جواب نمیدن روشن نیست. در این حال توی همون دیدارهایی که با جوزف کاتم، با کاتم بود، کاتم میگه که آقای خمینی تأکید کرد که ما با غرب سر دعوا نداریم، ما با هیچ کسی سر دعوا نداریم، ما میخواییم که نفتمون رو بفروشیم، ما میخواییم جلوی رشد شوروی رو بگیریم، ما میخواییم مملکت رو یک پاچه نگه داریم، مانع از نفوذ کمونیسم بشیم. و خلاصه پیام کاتم و پیام آقای خمینی و این تعبیر سفارت، مقاله بسیار بسیار جالب سفارت از تشیع، همه زمین ساز شد برای اینکه این واقعا یک فریب تاریخی مهمی بود. این فریب که هم غرب و هم طور مشخص آمریکا و هم بخش بسیار بسیار مهمی از جامعه ایران قربانی شدن و فکر کردن که با این وحدت، با وحدت با زیر پرچم تو
زمانی نشون داد که این فریبی بیش نبود و وهمی بیش نبود و مقداریش وهمی بود که خودمون ایجاد کردیم، فریبی بود که خیلی از خدامون، خدامون منظورم ایرانی هاست، در کمکش در ایجادش نقش داشتیم و اگر قرار فریب های دیگه نخوریم به نظر من واقعا لازمه که ارزیابی دقیق تری از چرایی فریب خوردن داشته باشیم. یه دلیلی که تئوری توطئه واقعا مانع رشد دموکراسی این است که مسائل پیچیده رو ساده میکنه، مسائلی که مسئولین متعدد داره، مسائلی که افراد مختلفی با انگیزه های گونه‌گونی درش نقش داشتن رو تقلیل به یک پدیده ساده انگارانه میکنه و مسئولیت ها رو از افراد سلب میکنه، مسئولیت از خود ما برای ارزیابی نقش خودمون سلب میکنه و خیلی راحت همه کاسیت زر سر اون دیگری که در این حال خیلی قدرت هست داره. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، درود بر شما، تا هفته آینده.